همینجا بود دیگه. فکر کنم. آره. همینجا بود. نزدیک اون تک درخت انداختیمش. پس رو نمیای. میترسم روزبه. بذار من نیام. این گندو تو زدی وقت میخوای نیای؟ روزبه. قدم از قدم نمیتونم بردارم از ترس. چون هر کی دوست داری خود برو تمومش کن بیا. اه؟ که اون وقت باش افتاد به پلیس بگی من آتیش نزدم و همه چی میفته گردن من ها؟ به جون مادرم نه. میگم خودم آتیش زدم. اصلا میگم اون آجرم من زدم تو سرش. اما الان دل جگرشو ندارم بیام جلو. خاک بر سر ترسوت. وایسا تا بیام. فندک رو یاد رفت بهم بدی بیشور. به من چه؟ خود حواست نبود بگیری. ده به جون فندک کوفتی رو وردار بیار. من میترسم. خود بیا ببر. بنزین خالی کردم روش تا بیام و برگردم دو ساعت طول میکشه بنزین میپره. به جون فریدون. من نمیتونم. خود بیا بگیر. پلیس بازی شد اینجا روز بود. مشکلی پیش اومده؟ سلام. سلام. نه یه خورده خوابم گرفته بود زدم بغل یه چرتی بزنم. کجا تشریف میبرید؟ قم. کارت ماشین لطفا. سویچ. بیایید پایین. واسه چی؟ بیا پایین آقا.
این چیه؟ سید داخل ماشینو بگم. باز چی اینجا وایستادی؟ گفتم که سرکار یکم خوابم گرفت. خوابت گرفت گفتی یه بس بزنم خوابم بپره. اینجا چی شده؟ نمیدونم یهو خاموش شد. بنزین داره؟ بله. چیزی ازش سر در میاری یا نه؟ ازش نه. ماشینه چشه خود به خود خاموش شد. شاید سیمکوهلش قطع شده. ببین سیمکوهلش قطع نشده سید. سیمه چی؟ سیم کوئل کدومه دیگه؟ یه سیمه از کوئل رفته سر وایرا، قرمزه اما رنگش رفته. پیداش کردی؟ نه. خودت میتونی وصلش کنی؟ آره جاشو حفظم. برو دستبندشو باز کن بزن به دست خودت. برش دار بیار خودش درستش کنه. مرکز واحد 32 مرکز یه مورد تصادف منجر به جر گزارش میشه در بزرگراه بهسر. سریعا اورژانس اعزام بشه به محل. الکی خودشو به کشتن داد. درد سر درست شد برامون. الان هممون سینجی میشیم که چرا دستبند متهم رو باز کردیم. عجب بدبختی گرفتار شدیم. سید از بعیده
خوشحالی، نه؟ نه باید باشم. چرا؟ تو خوشحال نباشی کی خوشحال باشه؟ حتم دارم آیده خانومم خیلی خوشحاله که از شر این خواستگار خلاص شده. هیچ حواست به این جمشید بود سر خواستگاری؟ چطور مگه؟ خیلی دست باچه بود، یعنی ترسیده بود. منم همچین غلطی کرده بودم الان میترسیدم. اینش درست، اما به نظرم همایونم خیلی چپ چپ نگاش میکرد. بیشتر حواسش به جمشید بود تا بابای بهروز. آقا همایون همیشه به جمشید چپ چپ نگاه میکنه. شایدم بهش مشکوک شده باشه. سر چی؟ باز چی باید شک کنه؟ نمیدونم، میگم شاید. بالاخره همایون آدم کمهوشی نیست. من مطمئنم آقا همایون بیچاره اصلا فکرش هم نمیکنه که پسرش همچین آدم کثیفی باشه. اگه بفهمه چی کار میکنه؟ از قصه میمیره. اگه زنده بمونه چی کار میکنه؟ منظورت چی؟ منظورم معلومه. میگم اگه همایون بفهمه جمشید پشت این ماجرا بوده، پسر خودشو لو میده؟ معلومه که لو میده. حتی اگه بفهمه تو قتل شریک شده؟ شک ندارم آقا همایون با دست خودش جمشیدو میبره به پلیس تحویل میده. هیچ معلوم از شما کدوم گوری هستین؟ چته؟ فریدون کو؟ فریدون؟ فریدونو؟ به درست بگو ببینم چی شده؟ فریدونو مامورا گرفتن. رفتیم واسه شما ساندویچ بگیریم ولی جای پارک نبود. اون نشست تو ماشین، منم رفتم تو ساندویچی. وقتی برگشتم دیدم دوتا مامور فریدون رو پیاده کردن، دارن خودش و ماشین رو میگردن. رفتم یه گوشه وایستادم تا شر مامورا کم شه، ولی نفهمیدم چی پیشش بود که با خودشون بردنش. لابد مرتی که کله خر یا تو جیبش مواد بوده یا تو ماشینش آبکی. حالا چی کار کنیم؟ ساندویچات کو؟ ساندویچا؟ آره، اگه نمیگی رفتم تو مغازه ساندویچ بخرم که مامورا فریدونو بردن. آره، انقدر حواسم پرت شد و ترسیده بودم تو مغازه جا گذاشتم. باشه باره یه کوفتی بگیر بیار بخوری. این فریدون بچه ترسوی بودا، دهنش هم چفت و بست درست حسابی نداشت. میگم نکنی یه موقع لومون بده. وجودش رو نداره منو لو بده، خودش هم خوب میدونه اسم منو بیاره مردش از زندون میاد بیرون. اگه بگیرنش زیر مشت و لگد مغور میادا. گفتم که یا واسه مواد گرفتنش یا واسه مشروب. چرا باید بگیرنش زیر مشت و لگد؟ یه مدت نگرش میدارن بعدم ولش میکنن. فردا باره یه سرگوش یاب بده ببین جریمه وسیقه ی چیزی بریدن براش، ردیف کنیم واسهش بیاد بیرون. مرتی که خر. باشه باره یه چیزی بگیر بیار مردیم از گشنگی. مرغ و جوجه نباشه. امشب اگه تونستی بری تو خواب آیدا چی بهش میگی؟ بهش میگم جنازه نیمه جونم افتاده تو اتوبان سردار شهید هاشمی،
5 کیلومتری بهشهر. بهش میگم بیاد اونجا نجاتم بده دیگه. اولا گفتم بگو اتوبان بهشت زهرا، به این اسم بیشتر معروفه. بعدشم من فکر میکنم اگه اینو بهش بگی وقتی پاشد هیچ کاری نکنه و بیخیال خوابی که دیده بشه. چرا؟ مگه دیشب که بهش گفتی دزد نیستی وقتی بیدار شد کاری کرد؟ نه، ولی امشب بهش آدرس میدم. فرقی نمیکنه، چون وقتی بیدار شه فکر میکنه خوابی که دیده به خاطر فکر و خیالاییه که داره، یعنی میذارتش به حساب توهم. حقم داره، منم جاش بودم یه همچی خوابی رو باور نمیکردم. خب چیکار کنم که حرفمو باور کنه؟ داشتم به همین فکر میکردم. باید یه نشونی بهش بدی که وقتی پاشو تو بیداری اون نشونی رو ببینه، اون وقت شاید خوابشو باور کنه و پیشو بگیره. چه نشونی؟ هرچی، هرچی که من و تو بدونیم، اما آیدا الان که داره میخوابه ازش بیخبر باشه. خب همین که من دزد نیستم و ما میدونیم، اما آیدا نمیدونه دیگه. این که بهش بگیم تو دزد نیستی میشه خبر، نه نشونی. ببین، مثلا من تو رو میفرستم پیش بابام که ازش واسم پول بگیری. وقتی بهش بگی من اومدم واسه دخترت پول بگیرم که حرفتو باور نمیکنه، بهت پولم نمیده. اما اگه واسش یه نشونی بیاری، مثلا بگی نشون به اون نشون که دخترت یه نامه واسهت نوشته گذاشته پشت فلان قاب عکس، اگه بابامون نامه رو پیدا کنه هم حرفتو باور میکنه هم پولو بهت میده. وقتی میگم تو خواب واسه آیدا باید یه نشونی بیاریم، منظورم همچین نشونیه. فهمیدی؟ آره، یعنی یه نشونی بهش بدم که وقتی بیدار شد اون نشونی رو ببینه تا باقی حرفایی که تو خواب بهش زدم رو باور کنه. باریکلا. ولی چه نشونی؟ چقدر طول کشید؟ لابد از زور فکر و خیال خوابش نمیبره. نکنه خوابش برده باشه و جا مونده باشی؟ نه بابا، تا همین الان چشاش باز بود. حرف نزن، حواسمون پرت میشه، نمیتونیم اراده کنیم. یه چیزی بپرسم؟ نمیشه بعدم بپرسی؟ بذار بپرسم. بپرس. مگه شما نگفتین به خاطر اون گناه کبیره‌ای که کردیم نمیتونیم بریم تو خوابش کسی؟ من نگفتم، حاج فتح‌الله گفت. تازه اونم گفت شاید، یعنی ممکنم هست من واسه این تا الان نتونستم برم تو خواب زنده ها که هیچ کدوم از اون آدمایی که بالا سرشون وایسادم آدمای مؤمن و با خدایی نبودن. اما الان دیگه تو پاکی و ایمان این آیدا خانم شک ندارم. پس یعنی اگه امشب نتونین همراه من بیان تو خواب آیدا خانم، اون شاید حاج فتح‌الله میشه؟ حتما. نفوس بد نزن دیگه، هم ساکت باش، بذار بتونیم اراده کنیم. بذاریمش رو تاب. میترسم فاطمه میفته.
از اون مادرها هستی که نمیذاری بچه‌تو چی از زندگی بفهمه. بیا بذاریم تو تو خودم مواظب بشن. یه دیگه آیدا. سلیک. آه. یواش فاطمه یواش. از این یواشتر؟ بخوای تون تولش بدی ورش میدارم از رو تاوا. نگاش کن ببین چقدر خوشحال آیدا. گفتم یواش فاطمه. خیلی خوب. سلام آیدا خانم. سلام. سلام. نگاه کن ببین نرجس چه کیفی داره میکنه. دل دردش هم خوب شد، دیگه نمیخواد ببریمش دکتر. دکتر واسه چی؟ تو رو خدای الکی این بچه رو نبرین این دکتر اون دکتر. تو مثل که تا یه بلایی سر این بچه نیاری راحت نمیشی. بذار ورش دار. نه ورش ندار آیدا، بذار یه ذره دیگه باشه. نه خیر بازم نه. بگیرش باباش، تابش بده، تابش بده تا آروم شه. آیدا دزد شرکت بابا جمشید، نه من. جمشید با چند تا از دوستاش انبار شرکت بابا تو خالی کردن. اسم یکیشون یاوره، اینو یادت بمونه، یاور. چی داری میگی امیر حسین؟ جمشید و یاور و دار و دستش منو کشتن، یعنی دارن میکشن. منو انداختن توی گندمزار نزدیک بهشتر، 5 کیلومتری بهشتر. دیوونه شدی امیر؟ این حرفا چیه میزنی؟ تو الان خوابی، وقتی بیدار شدی همه حرفای من یادت بمونه. جمشید دزد شرکته، اسم شریکش هم یاوره. یاور، یاور یادت بمونه. جمشید شیشه خونه منو شکسته. اینا رو یادت باشه وقتی بیدار شدی. برو خونه منو ببین. بده به من بچه‌ما. چی میگی؟ تو رو خدا وقتی بیدار شدی این حرفای من یادت بیاد. برو شیشه شکسته خونه منو ببین. اون شیشه رو دیشب جمشید شکسته. شیشه خونه منو جمشید شکسته. فردا که بیدار شدی برو شیشه خونه منو ببین. باشه؟ چرا حرف بیخود میزنی امیر حسین؟ کدوم شیشه خونمون شکسته؟ خونمون نه، خونه من. خونه من بالای شرکته. من و شما که هنوز عروسی نکردیم که توی جا باشی. وا امیر آقا این حرفا چیه میزنی؟ عروسی نکردیم یعنی چی؟ نمیبینین این بچه رو؟ به خدا داری خواب میبینی آیدا. تو رو خدا به حرفام گوش کن. فردا که از خواب بیدار شدی برو شیشه شکسته خونه منو ببین تا حرفامو باور کنی. بریم فاطمه. وایس آیدا کجا میری؟ از اولش هم میدونستم که لیاقت آیدا رو نداری. آیدا وایس آیدا، آیدا وایس. آیدا آیدا کجا رفتی؟ آیدا تو رو خدا بیا به حرفام گوش کن. آیدا 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 خانم، فاطمه خانم، آیدا خانم کجا رفتی؟ فاطمه خانم، آیدا خانم، من دارم میمیرم. آیدا خانم، آیدا، من دارم میمیرم. سلام. سلام. خوبی؟ خوبم. از آزای شرکت خبری نشد؟ نه هنوز. راستی بابام دیشب اومد از مأموریت. اه چه خوب. همین؟ یعنی چی همین؟ گفتم اگر بفهمی بابام اومده انقدر ذوق میکنی که میگی همین امشب قرار بذاریم ببینتت. نگار من این روزا خیلی. الو کجا رفتی؟ بعدم بهت زنگ میزنم. لباساتو بپوش بیا پایین.
خانم، خانم خونه ای؟ خانم امیرحسینم، من دم در خونه تونم. خانم مأمور برقم، میخوام کنتور رو بخونم. بیا تو بسرم. خانو من تو حیاتم، اگه خونه ای بگو منتظرت بمونم. خانو تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام. مگه قرار نذاشتیم هر وقت گمم کردی سر کوچه منتظرم بمونی؟ اتفاقا تا الان دم در منتظرتون بودم، ولی دیدم ماموره اومد تو، گفتم حتما مادرتون حجاب داره دیگه. بعدش هم ترسیدم قرارمون یادت نباشه با تصور بری از خونه. من خوشم نمیاد کسی بی اجازه بیاد تو خونمون. ببخش. سفره صبحونمون پهنه، نون و چای میخوری بیارم برات بابا جون. نه حاجی، دستت درد نکنه، کارم تموم شد، خداحافظ. خداحافظ. بابات بود؟ چه پیرمرد مهربونیه. تا صبح منتظرت موندم، وقتی صبحونه شد اومدم اینجا. آیدا تو همین الان خوابیده بود، منم تو خوابش بودم، یعنی تو خوابش گم شده بودم. گم شده بودی؟ آره، خواب یه جنگل خیلی قشنگ رو میدید. پس واسه همین دیر بیدار شد، دیدم نمازشم قضا شد. راستی تو چرا همراهم نیومدی؟ چه میدونم، لابد به خاطر همونه که حاج فتح‌الله میگفت، حتما خدا هنوز منو نبخشید. بگو ببینم چی شد. خواب آیدا رو میگم، همراه فاطمه تو اون جنگل بود. فاطمه؟ فاطمه دیگه کیه؟ دوست صمیمیش، داشت با اون حرف میزد و بچه منم بغلش بود. بچه تو؟ آره، داشت خواب میدید با من ازدواج کرده و بچه دار شد. چه باحال. دیدی بچه تو؟ آره. دختر بود یا پسر؟ یه جوری ذوق میکنی انگار بچه واقعی بوده. خب بعدش چی شد؟ باش حرف زدی؟ آره، باش حرف زده. واسه همین فکر کرد دیوونه شده، از دستم عصبانی شد و گذاشت رفت. کجا رفت؟ نمیدونه، نفهمیده، ولی به نظرم رفت تو همون جنگل یه جایی که نتونم پیداش کنم. فکر کنم رفت باقی خوابش رو یه جای دیگه جنگل ببینه. حتما واسه همینم من تو همون جنگل تا صبح گیر افتادم. مگه چی بهش گفتی که فکر کرد دیوونه ای؟ همونی که قرار گذاشتیم بگم، همون نشونی رو. باریکلا، پس بهش گفتی؟ آره، هزار بار گفتم جمشید چیشه خونه منو چیکونده. آخه واسه چی شیشه خونش رو شکسته باشم؟ نمیدونم، فقط همش به هم میگفت وقتی از خواب بیدار شدی همه حرفام یادت بمونه ها، اما الان درست یادم نیست حرفاش چی بود. مرد شور این دانشگاه رو نبرن که هیچ وقت جلوش جا پارک نیست. فقط یادم مونده که هی میگفت شیشه خونم رو شکستن، همش هم اسم یه آدمی رو میآورد. ببین آیدا جان، تو الان دو شبه که داری پشت سرم خواب امیرحسین رو میبینی. میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه همش داری به اون فکر میکنی. بابا اینقدر به این مرتیکه دوز فکر نکن. یه بار بهت گفتم دوست ندارم در مورد امیر حسین اینجوری حرف بزنی. خیلی عجیبه فاطمه. آره والا خیلی عجیبه که تو نمیخوای پرونده این امیر حسین رو ببندی توی اون کلت. اون امیر حسینی که تو خواب به هم گفت من دزد نیستم، هر دوبار یه لباس تنش بود، گرم کن و شلوار. خب حتما با اون لباس زیاد دیدیش.
اتفاقا من اصلا تا حالا امیر حسین رو با لباس خونه ندیدم. یاور، یاور. چی؟ امیر حسین تو خواب بهم گفت اسمش یاوره. اسم کی یاوره؟ نمیدونم، یادم نیست، ولی هی میگفت یاور یاور. لابا دنبال یه یاور، یعنی یه کسی که کمکش کنه میگشه تا بتونه داروهای باباتو بفروشه. بریم تا کلاس شروع نشده، کلی باید پیاده بریم. بودا خیال نداری پیاده شی؟ پس چرا نمیای؟ من نمیام، میخوام برم شرکت بابام. واسه چی؟ میخوام برم ببینم اون شیشه که امیر حسین میگفت شکسته یا نه. راست راستی داری دیوونه میشی آیدا. حیف اینجا پارک.